رهبر ایران در بحث کیفیت خودروهای داخلی حق را به مردم داد. رهبر ایران با بیان اینکه با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور کیفیت خودرو خوب نیست گفت مردم ناراضی اند و حق با مردم است. آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب صبح امروز یکشنبه 10 بهمن در دیدار تولید کنندگان و فعالان اقتصادی گفتند یکی از مهمترین فواید این جلسه این است که مسئولین کشور از زبان فعالان اقتصادی مشکلات و موانع راه را بدون واسطه بشنوند. ایشان فرمودند دو کار اصلی بر عهده مسئولین است. اول مسئله ایجاد یک نقشه راهبردی برای مجموع صنعت کشور و به خصوص بعضی از صنایع. دوم مدیریت متمرکز، مدیریت و هدایت. آیت الله خامنه ای تصریح کردند من با دخالت مسئولین دولت و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیستم، اما با هدایت، نظارت و کمکشان موافقم. این کار باید حتما انجام شود. رهبر ایران هدف دشمنان را فروپاشی اقتصاد ایران خواند و گفت حالا فروپاشی اقتصاد البته یک مقدمه بود برای اینکه با نابود کردن اقتصاد ایران مردم را در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران قرار بدهند و مقاصد سیاسی خباثت آمیز خودشان را از این طریق عمل کنند. رهبر انقلاب اسلامی خطاب به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی خاطر نشان کردند سنگر تولید و اقتصاد کشور به حمدالله زنده است، پابرجاست. آن لشکری که در مقابل دشمن ایستاد شماها بودید. افسران این دفاع مقدس، کارآفرینان و مدیران شایسته اقتصادی بودند. رزمندگانش هم کارگران بودند. کارگران رزمندگان با اخلاص و با صفای این میدان بودند. همه شماها و همه فعالان اقتصادی در این افتخار شریکند. افتخار حفظ اقتصاد کشور. به نظر من اگر در این سالها مسئولان دولتی همراهی بیشتری می‌کردند، رعایت بیشتری می‌کردند، ما افتخارات بیشتری به دست می‌آوردیم. وضعمان از اینی که امروز هست قطعاً بهتر بود. رهبر ایران عنوان کردند آمارهای دهه 90 آمارهای اقتصادی حقاً و انصافاً خرسند کننده این نیست. آمارهای اقتصاد کلان کشور خرسند کننده نیست. آمار مربوط به رشد تولید ناخالصی داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورم، آمار مربوط به رشد نقدینگی خرسند کننده نیست. اینها حقایقی است که اگر می توانستند مسئولین وضعیت را در این جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقیناً وضع کشور، وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود. ایشان تصریح کردند به حمدالله نمونه های موفق داریم و بنگاه هایی که منتظر رفع تحریم نماندند. من همیشه تکرار می کنم که اقتصاد کشور و فعالیت های اقتصادی کشور را شرطی نکنید. متوقف بر فلان قضیه ای که در اختیار ما نیست نکنید. همت خودمان را برای رفع نیاز خودمان را به کار ببندیم. و به حمدالله از این جهت ما ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم. آیت الله خامنه ای تاکید کردند ما در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی‌شود. این خیلی بد است. این همه حمایت در طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده. خب کیفیت خودرو خوب نیست. مردم ناراضی‌اند. درست هم می‌گویند. حق با مردم است. یعنی اعتراض مردم بجاست. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند. پیام هشدار آمیز ترامپ به بایدن. خطر آغاز جنگ جهانی سوم. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در پیامی به جو بایدن خلف خود وی را به دلیل تمایل برای اعزام نیرو به شرق اروپا مورد حمله قرار داد. ترامپ در این پیام به اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهور کنونی ایالات متحده مبنی بر اعزام نیرو به شرق اروپا جهت دفاع از اوکراین در صورت حمله احتمالی روسیه تاخت. وی گفت که بایدن بهتر است به جای اعزام این نیروها به شرق اروپا آنها را برای کنترل مرزهای آمریکا اعزام کند. ترامپ بایدن را متهم کرد که به میلیون ها نفر اجازه ورود به کشورش را داده در حالی که نگران امنیت یک کشور خارجی است. ترامپ گفت در حال حاضر مهمترین مرز برای ما مرز اوکراین نیست، مرز ایالات متحده است. بایدن باید قبل از اینکه نیروهایی را برای دفاع از مرزهای اروپا بفرستد، برای دفاع از مرزهای خودمان به تگزاس بفرستد. بایدن اخیراً در سخنرانی خود گفت نیروهای آمریکایی را به شرق اروپا اعزام می‌کند. همچنین آمریکا 8500 سرباز ارتش این کشور را به منظور تقویت متحدانش در اروپا به حالت آماده باش درآورده است. ترامپ همچنین در پیام خود به بایدن هشدار داد که اقدامات بایدن خطر آغاز جنگ جهانی سوم را به همراه دارد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اون رو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.